در بین علمای اهل سنت صدها بلکه اجماع نقل شده بر این که با نص صریح هر کسی اعتقاد به تحریف قرآن داشته باشه کافر است. نقطه سر خط. هر کسی که اعتقاد به تحریف قرآن داشته باشه کافر است. نقطه سر خط. هر کسی که میخواد باشه. تمام شد. پرونده رو بستن. خب و بعضهم کان حذف المعوذتين. بعضی میگوید دو سوره قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، این دو سوره معوذتين، اینا اصلا از قرآن نیستن. اینا قرآن نیستن. انکار قرآنی بودنشون رو میکردن. و آخر یکتب سورتی القنوت و هذا الخطا معفو عنه بالاجماع. به اجماع همه علما این چنین اشتباهات و خطاهایی معفو عنه، اشکاری ندارد، کسی نمیتواند تخبیر کند، گناهی هم نیست. و كذلك الخطا في الفروع العملي، این در مسائل اعتقادی، در مسائل فروع دین، در مسائل عملی، در سلوک مثلا نماز، روزه، هم همین. فان المختفي لا يكفر ولا يفسق بل ولا يأثم، اصلا گناه هم نیست. چرا؟ به خاطر اینکه میگوید نهایت، ببینید آخر حرف ابن تیمیه اینه که وفي الصحيح اذا شهد الحاكم فاصاب، بس اجتهاد. آقا این اجتهادش به این نتیجه اون رو رسوند که این آیه باید اینطور باشد، این آیه باید اینجور قرائت شود، این آیه اونجوری هست، میگه اگر طبق اجتهادش باشه اشکالی نداره، تکفیر نمیشد. پس ابن تیمیه میگوید کسانی که قالب تحریف قرآن بودند و هستند، اگر از روی خطا بوده، خطا بوده یقینا، و این خطاشون به خاطر اینکه در مقدمات اجتهادشون خطا کردن، اجتهادش همین نتیجه بهش میگه اشکالی نداره، هیچ اشکالی نداره، کافر نیستن. بعد چه بسا هم اجر پاداش هم داره، به خاطر که بنگه اذا اجتهد الحاكم فاصاب فلو اجران و اذا اجتهد، دقت کنید آخر سر همین مطلب، و فی الصحيح اذا اجتهد الحاكم فاصاب فلو اجران و اذا اجتهد فاخطا فلو اجر. اگر اجتهادش به ثواب برسه، به درست در بیاد، خب این دو تا اجر و پاداش داره. اگر اجتهادش خطا برود یک پاداش بیشتر نداره. پس طبق نظریه ابن تیمیه اونایی که میگن قرآن تعیف شده هست، نه فقط این که کافر نیستن، بلکه گناهکار هم نیستن، بلکه اجر و پاداش هم دارن، اگر اجتهادشون نتیجه اجتهادشون بوده، اجتهاد کرده به این نتیجه رسیده. این نظر ابن تیمیه است و میگوید از صحابه بودن، از غیر صحابه هم بودن، همین اعتقاد رو داشتن. بعد میگوید که ببین دقت در مطلب بالا هم چند تا مطلب نقل میکنه، میگه فقط اخطا بعض السلف، بعض از بزرگان سلف، فیها مثل خطا بعضهم فی بعض انواع الربا، بعضی اومدن بعضی از انواع ربا رو حلال دونستند، و استحلال آخرین الخم، بعضی شراب رو هم حلال دونستند، و استحلال آخرین قلتال فی الفتنه، اینکه در فتنه بیا جنگ کن. خب آقای ابن میگه اگر کسی طبق شهادش بگوید خم حلاله، ربا هم حلال هست، اینا اشکال نداره، چه برسد به بس حالا تحریف قرآن. همینطور میگه این در مسائل فرعی، در مسائل اعتقادی هم همینطور. و ابن تیمیه میگوید که دامنه اجتهاد کاملا وسیع هست، به حد یک هم در مسائل اعتقادی و هم در مسائل فرعی رو شامل میشد. اگر کسی طبق اجتهادش به نتیجه برسد، این آقا در واقع اگر خطا کند اجتهادش، این اجر پاداش هم داره، نه تکفیر می شود و نه تفسیق می شود و نه گناهکار و نه الی آخر. پس این آقا که می گوید که علمای اهل سنت اتفاق نظر دارند بر تکفیر، این حرف ابن تیمیه است که تمام مطالب این آقا رو در واقع نقض می کند.